الان میتونی بفرستی واسه نیلی همین الان با پیج خودت؟ آره میفرستم. نیلی ببین. برای کدوم پیجش میفرستی؟ همین الان بفرستم. چیزایی رو. اوکی با گوشی خودم تو گوشی خودم بعد از روی تلگرام براتون فایلشو بفرستم. خب یه تکست بهش بده که اکسپت کنه چون دایرکت میره بالا نمیتونه ببینه. اوکی وایس بیا نگیم. یکیش 184,000 همون به 180 بفرستی هم اوکی. یه تکست بهش بده اسم من محشیده الان واسه تون فایلاشو میفرستم. نیلی تو میگم آدمای 50-60 ساله‌ای که هیچی از زبان نمیدونستن الان خیلی جلوان خیلی گوش بدید. آدمون گرامر و اینا اصلا نداره خیلی راحت. فیلم هم تاثیر داره؟ چی داره؟ فیلم تاثیر داره. خیلی کارتون کارتون خیلی خیلی ببین کارتون انگلیسی بده بده کانادا خیلی اصلا مخصوصا وقتی که اینجا توی کانادا میری قاطی وایت ها جایی که مثلا خود کانادا یه زندگی میکنن تازه میفهمی که اصلا شما رفتید چیکار کردید؟ این همه فان داره، این همه جای دیدنی داره. موزه سوسو کیور و سیور داره. چه موزه داره؟ ابو با این همه جای خوب. صدات قطع شد. صدامو دارید؟
آقا خدای آمستردام همش همین داستان هاست دیگه، الکی چیز نکنید دیگه. اصلا اصل آمستردام همین چیز هاست. آره ها من میدونستم. خب سلام. چی بابا چی ما توی لایوت که داشت مثلا میرخصید حالا خیلی های دیگر رو من انقدر دلم میسوز انقدر دعا میکنم براشون که خدا بسازه براشون. که 15-16 سالش بوده خودش اونجا بارتندر بوده کار میکرده بعد الان با نوه هاش داره کار میکنه، یه پیرزن اصلا نمیدونی چه وضعیتی چه شکلیه، خیلی قشنگ. نه حالا فهمیدیم شما فیلم سوپر ندید ولش. آه این همه چیزای قشنگ فقط دنبال چرت و پرتی. میگم اوکی. اصلش همونه دیگه. اکثرا میگم اونجا چیزا. ما فهمیدیم شما ندیدی ولش کن. ما دختر تو پسری تو دنبال اصلش. بابا تو دیگه دختری ما رفتیم اونجا ما ببین. او وایسا چه رفتی؟ کارخونه هنی که رفتی؟ ما میخواستیم بریم سینما خب که فیلم مثلا فیلم سوپر و اینا نشون میداد خب بعد پویا منو میخواست ببره تو من استرس گرفته بودم گفتم من خجالت میکشم بیام تو من اصلا تا حالا این جا نرفتم و اینا بعد یهو دیدم 4 تا دختر اکیپی اومده بودن با هم مسافرت که اونجا فیلم ببینن با چه ذوقی اومدن دیلیت گرفتن برن تو که بعد من گفتم و من چقدر اسکارم خجالت میکشم دیگه منم روم باز شد بعد الان از فرداشه که نبود آره از فرداشه بوده تو
ببینم چیز کارخونه هاینیکن هم نرفتین؟ ما فقط این سوپر دیدیم. یعنی شما تا آمستردام رفتین هاینیکن نرفتین کارخونهشو ببینین؟ اگه حالا کارخونهش ببینیم که چی بشه؟ چهار تا در و دیوار داغونه. آره دیگه. نه بابا چی اصلا این شکلی نیست. اصلا کلی فان داره توش. کلی میبرن نشونتون میدن چیکار میکنن. سوپر داره. اسم خودت فراد آبجو درست میکنه، فیلم آره. پخش میکنه. آره اسم سوپر نشونت میده اونجا پنیرایی که دارن درست میکنن چجوری مشروبا رو درست میکنن. گاوا رو نشون میده. سوپر گاوا. حیف شد نرفتیم کلاس. خیلی سالها بود نشده بودم یکی به پرن بگه. ما میتونیم فردا همین فردا همین بغله میتونیم پرواز بگیریم بریم همین فقط فیلم سوپرای کارخونه رو ببینیم و برگردیم. ببین سالها بود این کلمه رو نشیده بودم. جدی به فرن بگه فیلم سوپر. کلاسه داشت نفرد بکنیم. تو چقدر با کلاسی؟ ببین ببینیم. آقا با کلاسیه. تو مگه نمیخوای زبانت خوب کرد؟ هم اینجا شروع کن. ببین. ببین خواهرم چقدر داناست. از همین جا باید شروع کنی. ببین یه چیزی بهت بگم. شما عزیزی دارم. کلی نمیگم. مادر شما هم حفظ کنم خدا. من آدم ها مثلا تو لایو اینا شوخی میکنم خودم رو خیلی میارم پایین. مثلا اگه اینجا میارم این کف زمین. ولی تو دنیای واقعی. شما همینجور آدمی توی لایوتون داریم. چی؟ میگم خب به هر حال شما همه جور آدمی دارین توی لایوتون. آره من همین کارو میکنم. تعریف از خود چیز میشه بده. ولی مثلا به جاش خیلی فرق داره همه چی. میدونی منظورم چیه؟ الان فانه دیگه. حتما همینه که تونستی آدم موفقی باشی. مرسی. نه همه چی مثلا خب بالاخره خودتون میبینید. آدمایی که میان توی لایو از همه قشری هستن و نباید حس کنن که مثلا ما داریم با اونا حس غریب نباید داشته باشن میدونی؟ حالا فیلم سوپر وای آقا پویان من چقدر به شما الان من چی درخواست میدادم نمیدونم میومدم انگشتام اینجا خسته میشد دیگه تو این اینستاگرام تو لایوهای شما ولی یک بار نیوردی من بالا. من هر بار خواستم بیارمت بالا. من هر بار خواستم بیارمت بالا نیلی میگفت نیارش بده. این دختر خوبی نیست. من میگفتم واقعا خیلی بدی. خیلی بدی. میگفت این میخواد بیاد مخ تو رو بزنه. نمیدونم فلان اینه. من و قیافه بریم من و قیافه بعد خوابم ببینی وحشت. قیافه ببین پرسینگ هم داره درست حد زده بود این همونه خیلی بد من حس نمیدونم هیچ وقت دروغ نمیگه گفتم اینو نه
بابا این فایلشون رو بگیم واسه ما هم بفرستم، منم خیلی دوست دارم زبانم زود اوکی بشه. کجا زندگی میکنی شما؟ من ایرانم. زبان واسه زود خود بیا من یکی بفرستم زبان لوری. دوباره برگشتم برای دل مامانم اینا. آره متاسفم. خب ببینم الان زبان کسی که تو ایرانه من اینجا ترفندم بهتون یاد دادم دیگه، ولی دایرکتش انگلیسی صحبت کنید باش مخش بزن. یکی میگه نزدیکا. باش کاری نداری؟ میدی جون خیلی ما دوستت داریم، همه جوره عادی هستین جفتتون. مرسی شما عزیزی واسه ما. انشاءالله که بذاریم پسر رو بیارم بارم. همه تون رو دوست دارم. کدوم؟ نایمد بله. من عاشق همه تونم. یه توپول میخواستم. نه بابا دیشب اینطوریه. دیشب کجا بودی؟ مهمونی بودی؟ نه دیشب تعلیه کرد بچه ها بود. بعد دیگه اونجا بودم. ما هم دیشب اینطوریه. دوست پسر جدید هم زدی؟ گلاس سی؟ یه هم دوست پسر پیدا کردی؟
به خدا خیلی ثواب داره، خیلی تو زندگیت از اینی که هستی بیشتر پیشرفت میکنی. آره یه اصلا من انقدر عصبی شدم دختر رو دیدم، اصلا حالم یه جوری شد. ببین باشن، هر کسی یه دیدگاهی داره، ولی ما من ناراحت نشدم اصلا. منم ناراحت نشدم، ولی آخرش چرا آخرش که اون سوپر و اینا رو گفت برمیان ممکنه اشتباه کنم، ولی خب بازم میگم آشنایی نداشت شاید مثلا اینجوری گرد، ولی خب اشکال نداره، ما جمعمون بالاست، از این چیزا ناراحت نیست. یکی میگه سیف کن دختر اولیه رو ببینم. ببین من هرچی باشه، خب هر راجب هر چیزی که باشه، اگر اعصابم خورد میشه، بعد اینا همه برمیگرده سر این قضیه که موفقیتتون یه جوریه که همه فهمیدن و تو چشمین متوجه هستین چی میگم. همون دوست داریم که تو کشور خودمون زندگی کنیم. خب وقتی که نمیشه، موقعیتش نیست، هممون مهاجرت میکنیم، وگرنه هیچ کس دوست نداره از کلاس نذاره. ببین چقدر هوادار دارین شماها، من داشتم شماها رو مسخره، چی میگفت ایسکا، من ایسکای شما رو داشتم میگرفتم، خودتون نفهمیدین، و یکی دیگه اومده داره میگه داشت ایسکای شما رو میگه.
هم نفس هم به لبخند هم بزن با لبخند با روی باز از حق خودت هم دفاع کنی. از حق خودم که مطمئنن دفاع میکنم ولی ناراحت شدم چون من اصلا این واقعا این مدلی نیستم. مثلا کلاس گذاشت سوپر مارکت میفروختم مثلا به خاطر همین بهش میگن سوپر. نمیدونم فیلم های که مثلا خیلی خفن فیلم سوپر خیلی خفن تر از فیلم معمولی به خاطر همین میگن فیلم سوپر. حالا دیگه آره. حالا خواستم بگم که مرسی که من آوردیم بالا. خواستم بگم که من نخواستم نه ایستگاه کسی رو گرفته بودم نخواستم به کسی توهین کنم ما... اونم به شماها که انقدر عزیزین مطمئنم اصلا همچین چیزی. ببین یه چیزی ولی یه چیزی هم این پرانتز این وسط باز کنم خدایی حالا چون خودت هم خارج از کشوری و ما هم میدونیم ما خودمون رو نباید گول بزنیم که واقعا مردم ایران سختی نمی یعنی مثلا مردم فقیری نیستن آدمای خفنی هن کاری تو شهرستان ها توی همه جا خیلی من فکر کنم لولشون از مردم تمام دنیا بالاتر باشه. مثلا توی همین اروپا با هر جا میری اینقدر گدا گشته اینقدر آدم های کثیف اینقدر فلان خدا وکیلی ها کاری نهارم. حالا شد کانادا من نیومدم آمریکا ولی آمریکا هم رفیق زیاد دارم میگن اصلا مردم مثلا منطقه و محله بابا کشور ما خیلی مردمش ثروتمندن مثلا میگن فقیر من ناراحت میشم بابا به خدا کشور ما مثلا مردمش کی مثلا تو میری تو خیابون آدم های اینجوری که ما اینجا داریم میبینیم دارن هرچی باشن مثلا یه غرور خاص خودشونو دارن همیشه حتی اگرم ندارن خودشونو له نمی کنن میدونی بقیه کشور یارو چیزایی میبینن به نسبت چه قدرتی که کشور داره کشور ما کشور قدرتمند و پرثروته به نسبت ثروتی که کشور ما داره خب مردمانش میتونن خیلی بهتر بدن. من مردم همین الان مردم رو دارم میگم میگم توی الان تو مثلا تو قوی ترین کشور دنیا برو برو تو مردمانش انگار مثلا گدان میدونی چی میگم گدایان. بله میدونم متوجه هستم
بهتر میتونم بگذرونم سفری کنم. اینو به طرفدارتون یاد بدید. مرسی. خیلی خوبه، شما مطمئنن تاثیر زیادی میتونین بذارید. من برم وقت بقیه رو نگیرم، شاید بقیه دوست داشته باشم بیام تو لایو. دوام باشه. من تربت ایداریه تو صف تعویض پلاک. پلاک روند میخوای بگیری؟ دیگه حالا هرچی قسمتمون باشه. خب ببینم اون برو، ببینم فضا چه جوریه. چلو رو بزن ببینیم. روانت زمان ایران تنگ نشده، خیلی در نشده. از همین دور میبینم خوبه. چه 206 شد؟ الان فکر کنم تو یکی از خوشبخت‌ترین آدمایی یا تو صف حوصله‌ات هم سر رفته بود و اومدید بالا که وقت زود میگذره دیگه. آره از ساعت 6 صبح من تو صفم. نه بابا. آره خودم. تا کی حالا میرسی به مقصد؟ انقدرم که این مردم میگن نداریم نداریم، انقدرم اومدم حالا که اینا ماشین خریدم، انقدر تعویض بلاک شلوغه. دیواز نمیدونم که نوبتمون بشه برای کارا. از جا اقصا نقاط جاهای کشور میاریم بار. قدم میکنی آقا پویان قلقلک هم نده دیگه.
ایلوک ها ای همو ایلوک اوکی ای شانسلار ای شانسلار آقا خیلی مخلصی مزاحم نمیشم عزیزم کسی که فوش میده رو از لایو من ننداز بیرون بذار ببینم فوش نه من فوشم نمیاد خب باشه تو لایو من بعد محدود کنی اینجور آدم ها رو اتفاق هر وقت میبینی یکی اینجوری حرف میزنه بذار اینجوری فقط بذار باشه حتی اگه تونستی چیزش کن هی برو هاو آر یو چرا خودزنی میکنی؟ اینجوری میکنه اینقدر هرس داره از نیدی داره خوش جر میده حالا میگم تو هرس نخوردی یه بسه دور خدا قرق نگ نده یه های اتفاق بعدی میفته چه اتفاق میگوزی؟ نه این دیاره به یه جا بیرون یه ها دست خودم میست یه جا یه دفعه سر میره بچه ها بچه ها میدونید داستان چیه؟ داستان چیز دیگه است این موامش چشم نداره ببیند آقا چشم همه دارن همه خفنن همه خوبن همه کونین همه آفرین همه من در از استانبول میخوام دماغ هم عوض کنم نه زشت میخوام بکنم چی کار داری؟ تو نمی کنی این کار تو نمیذاری بکنم بعد دو روز دیگه میگه من کار ندارم که هر کاری دوست داری بکن Yes, I'm in Marbella now, bro. I come here for... حتی با اونایی که شما رو نمیشه انقدر دست میاد حتی اونایی که شما رو هیت میکنن اینا آدم هایی که باید باشن چونشون رو نباید با حرف پاره کنی که باید با در عمل
کدوم دختره؟ اولی Okay. My mother in Torremolinos. Ah, perfect. Perfecto. Yes. And you speak Spanish? Yes. Oh, that's fine. ¿Cómo estás? Bien. I try to learn Spanish and English. No, Andalusian. Okay, bro, nice to see you and see you in Marbella, okay? Gracias. Okay. Can you teach me language, Spanish language? Goodbye in Spain? Or? Can you teach me language? I lead in English, bro. Okay. در واقع بتونم آدم وقتی مثلا خودشو توی مسئله‌ای که متوسط ضعیف نشون پیش رفت، ولی خب تقریبا نصف دوستای من یا انگلیسی صحبت میکنن یا زبانهای مختلف دیگه، یا عربی، یا نصف
خواب ندارید؟ نه والا من امروز بکنم دیگه نمیخوابم چون خیلی کار. چه مدرسه ای کجا؟ من همونم که دیشب اومدم تو داری بتونم و سلام این پیج دوستم. سلام. سلام خوب. بله بفهمم شما چه همیشه خدا خدا فرد.